أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اگر در همه مراحل زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی تقوا را مد نظر بگیریم و با هدف رعایت تقوا حرکت کنیم، لحظه به لحظه برکات الهی شامل حالمان می شود و از درها با همه خطرات عبور می کنیم و به سرمنزل مقصود و سلامت خواهیم رسید. لذا مأموریم تقوا را حفظ کنیم و با تقوا خودمان را حفاظت و حراست کنیم. الا فسونوها و تسونو بها. در خطبه اول بحث همبستگی و همدلی را بین جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات بحث خواهیم کرد. در آستانه دو ولادت با عظمت هستیم، بنیانگذار دین و در حقیقت بیانگر و روشنگر دین که ولادت پیامبر خوبه ها و امام صادق رئیس مذهب است. در خطبه دوم انشاءالله بخش از ویژگی ها و عظمت و روش و در واقع نحوه زندگی و تربیت اون دو بزرگوار را ذکر خواهیم کرد. در بخش پایانی خطبه دوم قطعا به مسائل روز و مسائلی که مربوط به ملت و مردممان می شود اشاره خواهیم کرد. اما مسئله اول و موضوع بحث خطبه اول، مسئله همبستگی، به تعبیر دیگر همدلی
و باز هم به عبارت سوم اتحاد رمز و ضامن پیروزی و موفقیت هر ملت در عرصه‌های مختلف زندگی است. هر ملت و جامعه‌ای که افرادش، اتباعش و مردمش و اصناف و مجموعه‌هایش با اختلاف و با تنوعی که طبعاً در همه جوامع هست، اگر یک محور وحدت و همسویی نداشته باشند و یک منافع مشترک را دنبال نکنند، این نه تنها از دیدگاه مذهبی و اعتقادی میگم، از دیدگاه اجتماعی و زندگی عرض میکنم، نمیتواند این جامعه بر مشکلاتی که طبعاً در زندگی افراد و جوامع است فائق بیایند و مشکلات را در واقع تحت شعاع آرمان و هدف قرار بدهند و بتوانند زندگی کلان را مدیریت کنند. ما به عنوان یک جامعه همون گونه که و آب و برق و بهداشت و صحت و درمان نیاز داریم، به همین حد و بالاتر از این حد به همبستگی ضرورت داریم، به همدلی ضرورت داریم و به راه ها و روش هایی که بتوانیم راه خوشبختی و پیشرفت و عزت و عظمت اجتماعی من را پیدا بکنیم، به همین حد نیاز داریم. همون گونه که از نظر فقهی نماز بر ما واجب است، به همین اندازه مسائل همدلی در جامعه نقش داره و ضرورت داره و در اسلام هم سفارش بالایی به این موضوع شده و هم راه‌های وجود دارد. در واقع همه بخش‌ها مهیا است، ما باید استفاده کنیم. اگر به ما دستور دادن که قرآن را دقت کنین، هر تر و خوش که در قرآن هست به خاطر این است که راه‌ها وجود داره. انا هدینا و سبیل، راه را به ما نشان دادن. اما اونی که سپاسگزار است بهره میبره، اونی که کفران میکنه ضرر و زیان و خسارت نصیب اوست. به همین دلیل دشمنان اسلام همواره در تلاش و در برنامه ریزی بودند که آتش نفاق را، آتش اختلاف را در بین جامعه مسلمین شعله‌ور سازند. اونا هم دنبال راهکارند، اونا هم دنبال مسیرند و چگونه بتوانند این آتش را شعله‌ور کنند. نقاط اختلافی را که قطعا در بین باورها و بین برداشت‌های مسلمان‌ها از قرآن و از روایات و از دستورات پیامبر و دین قطعا اختلاف دارند، که یک حقیقتی است، این نقاط اختلاف را برجسته کردند و توانستن پیروان مذاهب را در مقابل همدیگه به جوش و به تنش و به برخورد وادار بکنن و به تعبیر دیگر به جان همدیگه بیندازن. به همین دلیل است که مسئله همدلی، مسئله ملت سازی، مسئله تأمین منافع کلی و جمعی از ضرورت اولی و از اهمیت بالای برخوردار است. حالا ما تعبیر میکنیم وحدت، اتحاد، تعبیر میکنیم به همدلی، اما حقیقتش منافع مشترک است، زندگی مشترک است، حمایت از داشته های مشترک من هست، حفاظت از دستاورده ها و اون چیزهایی را که نیاکان ما به عنوان مسلمان، به عنوان افغانستانی اینها را تحصیل کردن و به دست آوردن
ما دنبال اینها هستیم. بیشتر این مسائل در قالب نکات توضیح خواهم داد تا انشاءالله بیشتر بهره ببریم. در قرآن کریم این مسئله مطرح است که انسان ها زندگی متنوع دارند، همون گونه که برداشت های ما متنوع است، همون گونه که حافظه های ما اختلاف داره، همون گونه که ثروت ما، همون گونه که نیروی بدنی ما اختلاف داره، به همین اندازه تفاوت ها در برداشت ها هم هست. اما با همه این تنوعی که قرآن هم قبول داره و حقیقتا هم همین است، امکان یک زندگی مسالمت آمیز، یک همزیستی مسالمت آمیز و همدلی و تشریک منافع میان انسان ها وجود داره. این یک چیز سختی نیست. باور کنین اگر ما از مسیر درست حرکت بکنیم، اینها به زودی دست ما میرسه و ما احساس عزت میکنیم. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. راه ها را باید آشنا بشیم و پیدا بکنیم. دین مبین اسلام هم بر این موضوع تاکید داره و هم راهکار نشان داده. اجازه بدین من اول اهمیت همبستگی را در اسلام برای عزیزان و حضار محترم که در این برنامه مقدس نماز جمعه که در روایات به حج فقرا تعبیر شده و در سوره مبارکه جمعه با عبارت فس او الى ذکر الله معرفی شده، قرآن بحث سعی را مطرح میکنه. لیس للانسان الا ما سعا. انسان نتیجه تلاشش نصیبش میشه. اما بحث نماز جمعه که میایه، به شکل خاص نماز جمعه را معرفی میکنه که با تلاش به نماز جمعه خودتان را برسانید. خب در این فضای نورانی این بحث مطرح کنم که یکی از عوامل پیشرفت ملت ها و رمز پیروزی انسان ها، کار ندارم اگر این رمز را غیر مسلمانم استفاده بکنه به هدف میرسه، اگر یک کسی صبح تا شبم قرآن بخونه این رمز در زندگیش اجرا نکنه او ضرر کرده. او رمز چی است؟ ما در قرآن داریم که خلاصه با تفکر حرکت کنین، با تعقل حرکت کنین. رمز پیروزی چیه؟ رمز پیشرفت چیه؟ قرآن میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چنگ بزنین به حبل الهی، به ریسمان الهی. با اینی که میگه چنگ بزنین، پشت سرش خداست. میفرماید ولا تفرقوا، اختلاف نکنید. همین پیامبره که قرآن بر او نازل شده فرمود مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم. مثل و جایگاه مؤمنان در دوست داشتن همدیگر، در دلسوزی و محبت و عاطفه و ترحم به هم دیگر. این کسیه که خدا میفرماید از هوا گپ نمیزنه، به منزلت الجسد. همه ملت را، همه مسلمان ها را، همه همباوران را به یک بدن، به یک جسم تشبیه میکنه. به منزلت الجسد. مگه میشه ما مثلا بدنمان یک بخشش درد داشته باشه، اعضای دیگر ما آرام باشه؟ سرمان درد میگیره، همه سیستم بی نظم میشه. قلبمان درد میگیره، همه بدن نظمش، حرکتش، روند کارش به هم میریزه. ما باید این حقیقت رو بپذیریم. به منزلت الجسد اذا اشتکا منه شی، وقتی یکیش آسیب دید
همه اعضا دردمند می شوند. این ضرورت است، این یک واقعیت است. مسئله دوم، همبستگی و همسویی ضامن هر پیروزی است. ما اگر بخوایم در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در تعامل با دنیا، در داد و ستدها پیروز باشیم، دست بالا داشته باشیم، حداقل از دیگران کم نداشته باشیم، یک چیز ضامن است، او همسویی ماست، همدلی ماست. منافع کلی را باید دنبال کنیم. برادرای عزیز، نمازگزاران، خواهران محترمات، نمیشه ما زندگی اجتماعی من را با دنبال کردن منافع گروهی، منافع محدود، قومی، منطقه‌ای به دست بیاریم. شدنی نیست. به همین دلیل است که تاریخ نشان داده دشمنان اسلام اونایی که واقعا دشمن ما هستند، امونهایی که قرآن می فرماید و قاتل و ائمت الکفر، پیشوایان کفر را نابود کنین. اونها قسم خوردن فمازا بعد الحق الا الظلال، بعد از حق جز گمراهی نیست. اینها با همدیگه در یک قضیه وحدت کردن که ما مسلمان ها را نگذارن از اون زامن پیشرفت ما استفاده بکنیم، از اون رمز ترقی و تکامل ما استفاده بکنیم. من چند تا نمونه را عرض میکنم. تعرف الاشیا به ازداده ها. شب نباشه آدم نمیفهمه روز چقدر ارزشمند است و روشن است. ببینین، افراد هستن که فقط دنبال ایجاد اختلاف هستن. مثلا تاریخ می نویسه، به ما اینها را مطالعه کنیم پیدا میکنیم. من دو سه تا نمونه عرض بکنم. یک کسی است غیر مسلمان، اظهار نظر میکنه درباره مسلمان ها. آقای دکتر مایکل براند، این عبارتشه: افرادی که با شیعه اختلاف نظر دارن، این حرف آقای دکتر مایکل براند است، افرادی که با شیعه اختلافات نظر دارن آنها را علیه شیعه منظم و مستحکم کرده و کافر بودن شیعه را گسترش داده شود. میگه که اونایی که با شیعه اختلاف نظر دارن، اینا را بالاخره باید یک کار بکنیم علیه شیعه، وادار بکنیم، منظم بکنیم، اینا فتوا بدن به کفر شیعه. این یک دانشمند غیر مسلمانه، یک فکره، یک برنامه داره، برنامه از طرف یک باور کلی به نام کفر. او داره در اتاق فکر برنامه ریزی میکنه، بعد میگه آقا اینا را علیه دیگر را بشورانیم. خب طبیعیه، وقتی از یک طرف این حرکت آغاز شد، عکس العملش نتیجهش چیه؟ عینی اونه. حالا در هر حدی اینه باید مسلمان بفهمه، اینه باید اتباع یک کشور بفهمه. آقای گلادستون که از شخصیت‌های معروف است و ایشان رهبر لیبرال های انگلستان بود، 4 بار به مقام نخست وزیری بریتانیا رسید، همین آقای گلادستون. بعد درباره نقش قرآن یک تعبیر داره، میگه مادامی که قرآن در دست مسلمان هاست، اروپا نمیتواند بر شرق تسلط یابد و نه احساس امنیت کند. آقا امروز چرا کشورهای اسلامی قد ناامن است؟ هر جوانی را بزرگ شده کشور اسلامی در دامان اسلام، در دامان مدارس، در دامان مکاتب اسلامی، دارالقرآن‌ها، دارالحفاظ‌ها، با این صحبت بکنی آرزوش اروپا است.
برای که توانستن روح قرآن از ما بگیرن، رمز قرآن اونا پیدا کردن. اما ما مسلمان ها به این رمز توجه نداریم. میگه مادامه که قرآن در دست مسلمان هاست، نه اینی که خب صفحات قرآن و الا میشه داخل موبایل ها همه جای دنیا قرآن نصب کرد، در همه کتابخانه ها در همه مکاتب قرآن بر قرار داد. اونی که مسلمانه طوری تربیت میکنه که امنیت کشورهای اسلامی تأمین کامل باشه و کشورهای غیر اسلامی احساس امنیت نکنن، اون روح قرآنه. امروز ما نیاز داریم به روح قرآن نگاه بکنیم، زیبایی های واقعی قرآن ببینیم. ببینین یکی از اصول مسیحیت اینه که حضرت مسیح به دست قوم یهود کشته شده. و شما قرآن بخونین، مسیحی ها میگن که حضرت مسیح را یهودی ها کشته، قرآن او را انکار میکنه و ما قتلوه و ما صلبوه. اما اونا که سه تا خدا معتقدن، یکیش حضرت مسیح است، معتقدن که مسیح را یهودی ها کشته. اما دولت واتیکان یک اطلاعیه داد رسما، گفت که ما از این اصل صرف نظر میکنیم، یعنی با اینه که عقیده ما این است که یهودی ها حضرت مسیح را کشته، اما ما از این اصل صرف نظر میکنیم تا بتوانیم نیروهای یهود و نصارا را در برابر مسلمان ها بسیج کنیم. مسلمان متوجه باش دشمنت کیه؟ یک کشوری یک تشکیلات کلان درست میکنن به نام واتیکان، بعد اونجا اطلاعیه میدن. جالب است که این اطلاعیه را زمانی میدن که جنگ اسرائیل با مسلمان ها تازه شروع شده، یعنی در سال 1973 میلادی که دقیقا جنگ اسرائیل با مسلمانان اعلامیه و فتواش صادر شد، دقیقا او زمان آمدن این بحث مطرح کردن و از این اصل گذشتن برای که بتوانن یهود و نصارا را در مقابل مسلمان ها بسیج کنن. بابا قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا مؤمنا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا را دوست، همفکر، مشارک، شریک منفعت و سیاست و برنامه هاتان نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، اینا بعضشان دوستان هم دیگرن، منافع مشترک دارن. اما امروز متاسفانه خیلی از مسلمان ها، خیلی از کشورهای اسلامی اینا را به عنوان دوست میدنن. همین لحظه خیلی کشورهای اسلامی با هم دیگه فاصله دارن، دشمنی دارن، اما که با کشورهای که دستورات یهود و نصارا در اون کشور حاکم است اونها را دوست میپندارن، یعنی پشت کردن به قرآن، یعنی زیر پا گذاشتن دستور قرآن. حالا راههایی وجود داره، راههایی وجود داره که می توانیم از اون راهها حرکت کنیم و این طرح دشمن خونسا کنیم. من گهگاهی همینطوری ناخواسته به ذهنم می آید سوره مبارکه فصلت. خدا می فرماید و قال الذین کفروا، خدا می فرماید کفار گفتن. چی گفتن؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، این قرآن نشنوین. والغو فیه، اگر شنیدین معناش به هم بزنین. بعض وقتا دیدین یک صدا میخواد به گوش مردم برسه، یک کسی یک جنجال درست میکنه که صدا به گوش افراد نرسه. یک درس شروع میشه، یک برنامه جور میکنن که درس به هم بخوره.
یک وسیله آگاهی و بیداری فراهم میشه، یک جنجال بپا میکنن که خلاصه این کار صورت نگیره. خب پیغمبر اولی که مبعوث شد آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر غذا درست میکرد، حیوان میکشت، ذبح میکرد، گوسفند میکشت که اقوامش جمع بکنه غذا را خوردن حرف بزنه، غذا را میخوردن تا پیغمبر شروع میکرد صحنه را خراب میکردن. یکی ده دنبال اینه، نمیگذارن حرف قرآن به گوشی مردم برسه. جنجال ها، تعصبات، فحش ها، لعن و نفرین ها وقتی شروع میشه دیگه نمیشه از وحدت حرف زد، از همزیستی مصالحت تامیز مردم حرف بشنوند، از همدلی و منافع مشترک باید حرف بشنوند. قرآن دستور داره، اسلام دستور داره و راکار هم داره. مثلا ما خیلی راه و خیلی زمینه ها داریم با هم دیگه خوب زندگی بکنیم. باور مشترک، آقا مسلمان پیدا میشه که خدا را قبول نداشته باشه؟ همه مسلمان و قرآن خدا را قبول دارن، الله اکبر میگن، اشهد و لا اله الا الله میگن. این کلمه شهادتین همه مسلمان ها پیامبر قبول دارن. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. خب بابا این وسیله هم زیستی است، وسیله هم دلی است. امام رضا فرمود کلمه لا اله الا الله حسن خداست، دژ خداست. وقتی یک کسی میگه لا اله الا الله، همه من باید او را مثل خودمان احترام کنیم. بابا وقتی کسی عقیده داره، کسی لا اله الا الله میگه، چگونه خونی او را جایز میدانه ریخته بشه؟ چگونه مال او را اجازه میده غصب بشه، چپاول بشه؟ چگونه آبروی او را و خودش اجازه میده آسیب ببینه؟ این یک. اصول خمسه، نماز. همه مسلمان ها نماز میخونن، حالا مهم نیست دست باز و دست بسته. زکات، مگر زکات یک قضیه مشترک نیست؟ روزه، مگر همه مسلمان ها روزه نمیگیرن؟ مگر همه مسلمان ها حج قبول ندارن؟ اینها منافع مشترک است. ولایت، در آیت الکرسی که کوهان قرآن است، قله بلند قرآن است، مسئله ولایت خدا مطرح است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اینها ابزار همدلی است، ابزار همفکری است. اهل بیت پیامبر، مگر میشه مسلمان بود اهل بیت قبول نداشت؟ خدا به پیغمبر فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا، 618 بار گفت بگو، یکی از جایی که گفت بگو به مردم امینه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، دوستی نزدیکان من. این یک مسئله است که همه مسلمان ها میتوانند به عنوان یک وسیله و یک ضامن همزیستی و همدلی از او استفاده کنند. و وقت زیاد نگیرم، زودتر خطبه را به پایان برسانم. امام حسین علیه السلام، سرور شهدا، سید شهدای اسلام، اینم یکی از وسائلی که میتواند جامعه اسلامی را همدل کنه. ان الحسین، ان حسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض. امام حسین در آسمان ها بزرگتر است از اونی که در زمین است. این که ما میبینیم محرم و اربعین، اینا زمینه، اما در آسمان ها به مراتب بالاتر از این هاست. مسلمان ها، نمازگزاران، من در این فضا اگر صحبت میکنم به همه ائمه محترم جمعه کشور، نه کشور، جهان اسلام عرض میکنم، ما باید فکرمان، اندیشمان
جهانی باشه. اسلام و پیامبر و قرآن آمده که همه بشریت را مسلمان کنه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس. امروز مسیحی ها جمعیتش از مسلمان ها بیشتره، غیر مسلمان ها به مراتب. ما با کدام اندیشه می توانیم این وعده الهی را برسیم؟ یکی از باورها اعتقاد به آخرین منجیست. حالا مهم نیست، بعضی از مسلمان ها میگن او منجی هنوز متولد نشده، اما میگن متولد میشه. یک عده معتقدن متولد شده، آدرس روشنتر دارن، اما اصل این باور مشترک است. لا تقوم الساعه، قیامت آغاز نمیشه، حتی تملع الارض، مگر اینکه زمین پر از ظلم میشه. ثم یخرج من اهل بیتی، پیغمبر فرمود از خانواده من کسی بیرون میآید، یملعها قسطا و عدلا، همه زمین، همه عالم را به عدالت زیبا میکند و استوار میکند. کما ملء الظلما و جورا، این روایت را مرحوم حاکم نیشابوری در مستدرک بر صحیحین آورده. علا کل حال ما در تاریخ نمونه ها داریم، با آمدن پیامبر در مدینه، اوس و خزرج که جنگ طولانی داشتن، با همدیگه وحدت کردن، همدل شدن. به پیامبر گزارش شد کسی آمده از یک وسیله اختلاف استفاده کرده، و بین اوس و خزرج بعد از همدلی، بعد از هم اعتقادی و هم باوری ایجاد اختلاف کرده، در مقابل همدیگه قرار گرفتن. برادرها، همونطوره که به نماز باید حضور پیدا بکنیم، به مکه، به کربلا، به نماز نماز عید، باید در صحنه هایی که وحدت آسیب میبینه اونجا حضورمان جدیتر باشه. و الا نمازمان اثر کامل نداره. تا به پیغمبر گزارش آمد، حرکت کرد، آمد وسط ارض و جمعیت استاد شد، یا معشر المسلمین، مسلمان ها، الله الله، خدا را در نظر بگیرین. ابدا والجاهلیه، برمیگردین به سمت جاهلیت، و انا بین ازهرکم، من بین شما هستم. بابا، با بودن قرآن، با بودن اخلاق پیغمبر اختلاف یعنی چی؟ کسی را متهم کردن به شرک یعنی چی؟ و انا بین ازهرکم بعد از هداکم الله الى الاسلام و اکرمکم به، خدا شما را به اسلام دعوت کرد، شما را با اسلام محترم کرد. برادرها، اینا مهمه. کسانی که در این وادی ها مردم را میکشانند، مردم باید بیدار باشند. بعد از رحلت رسول الله، یهودی آمد به حضرت علی، کنایه گفت، گفت ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، پیغمبرتان دفن نکردین، اختلاف کردین. حضرت علی نیامد با او همسو بشه، هم نوا بشه، فرمود انما اختلفنا عن لافی، ما در اصل پیغمبر که اختلاف نکردیم. هیچ مسلمانی نیست که بگه پیغمبر نیست، پیغمبر همه مسلمان ها قبول داره. حالا ما اختلاف کردیم که بعد از پیغمبر مثلا کی باشه، اما اصل پیغمبر ما قبول داریم. ولکنکم ما جفت ارجلکم، شما یهودی ها، پیغمبرتان شما را از آب عبور داد، پاهاتان خشک نشد. به خود پیغمبر گفتین اجعل لنا الهن، برای ما یک خدای معرفی بکن، کما لهم آلهه، برای ما بوتی بساز همونطوری که دیگرها بوت داشتن.
پیغمبر شما حضرت موسی گفت انکم قوم تجهلون. بابا اون رازها و رمزهای ماندگاری را دنبال بکنیم، از اختلاف چیزی جور نمیشه. آخوند و منبری و مبلغ و تحلیلگر و رسانه‌ای که به طبل اختلاف میزنه داره تیشه، چاقو، قبض، شمشیر به بدن اسلام میزنه. امیدواریم که در ایام ولادت آقا رسول الله که هفته وحدت هم هست ما بتوانیم به رمزهای موفقیت برسیم. امیر المؤمنین فرمود و الزمو السواد الاعظم، با جمعیت های کلان باشیم. آی ملت، آی مردم، باید حرکت کلان داشته باشیم. کشور با حرکت کلان به هدف میرسه، با حرکت قومی، با حرکت مذهبی، با حرکت خونی به جایی نمیرسه. امنیت ماندگار در سایه حرکت کلان است. اقتصاد با تأمین و با پشتوانه در برنامه کلان ظهور میکنه، زنده میشه، پویا میشود. فإن ید الله علی الجماعه، دست خدا بالای جماعت است. و ایاکم والفرقه، از اختلاف، از تفرقه فاصله بگیرین. فإن الشاذ من الناس للشیطان، جمعیت های کوچک در کام شیطان است، در دست شیطان است. ولو به ظاهر عابد باشه، ولو به ظاهر اهل نماز و ذکر و قرآن باشه. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، گوسفند تنها طعمه گرگ است. و علیکم بالتواصل، به همدیگه نزدیک شوین. و تبادل، به همدیگه بها بدین، برای همدیگه خرج کنین. و ایاکم و تدابر و تقاطع، به همدیگه پشت نکنین، از همدیگه جدا نشوین. این پشت کردن ها و این جدایی ها کمر حرکت های کلان بشری و کشوری را آسیب میزند. خدایا ما را بیش از پیش با معارف قرآن آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. فردا شنبه عبده ربیع الاول مصادف است با میلاد با برکت رسول اسلام، پیامبر بزرگ، پیامبر که الگوی زندگی برای بشریت معرفی شد، بنیانگذار دین اسلام و همینطور فرزند ششومیشان، پیشوا و کشاف حقایق امام صادق علیه ما افضل التحیه و الثنا.
دو شخصیت بزرگوار که یکی بنیانگذار دین و دیگری مروج آن است، در واقع مروج دین است. پیامبر طی 23 سال تأسیس اسلام، از لحظه ای که مبعوث شد 40 سالگی تا 63 سالگی و امام صادق طی 30 سال امامت، ترویج دین و زدودن پیرایه ها و باور نمودن آنچه را که پیغمبر خدا فرموده بود تلاش کردند. هر دو مناسبت را گرامی می دارم. در ارتباط همین دو شخصیت در خطبه دوم پیرامون هر دو مناسبت خیلی کوتاه و گذرا عرایض را تقدیم می کنم و این مناسبت ها را که ولادت پیامبر و ولادت امام صادق علیه السلام است و ملت بزرگ افغانستان و دولت و حاکمیت و همه مردم این سرزمین که همه مسلمان و دوستدار پیامبر و امام صادق هستند تبریک عرض می کنم. مطلب اول، به صدا در آمدن توحید و خدا باوری و شادی کائنات و مناسبت ولادت پیامبر. ولادت پیامبر در حق به وجود آمدن یا در واقع جهانی شدن نور بود. الله نور السماوات و الارض. وقتی پیامبر به دنیا آمد، این ولادت بعدها زمینه بعثت را فراهم کرد. این ولادت بعدها زمینه هجرت را فراهم کرد. این ولادت امروز این عظمت ها را به دنبال داره و انشالله در ادامه این حرکت ها جهانی شدن اسلام و همدل شدن و همفکر شدن همه بشریت را و دنبال خواهد داشت. کودک با برکت و نوجوان بردبار و امین. خیلی کودکی های پیغمبر خلاصه تاریخ نکات زیبا نقل کرده. وقتی به دنیا آمد، خب پدر نداشت، همراه مادر بود. جد بزرگوارشان حضرت عبدالمطلب سرپرستی این عزیز با عهده داشت. وقتی به دنیا آمد، برای آن که در فضای پاک و بی‌شائبه و دور از هر مشکلی تربیت شود، او را به بیرون از مکه در منطقه دور که اونجا خیلی از آسیب‌ها نبود فرستاد. دایه آمد برای که طفل را برای شیر دادن ببرد. وقتی شرایط طوری بود که دیگرها به او توجه نکردند، آمد پیامبر بزرگوار اسلام وقتی برد با خودش، خیلی برکات نقل میکنه حلیمه سعدیه که افتخار نصیب شد پیامبر را 5 سال خدمت بکنه. از مسائل ابتدایی تا مسائل مهم، خودش میگه از اون لحظه ای که این طفل رو همراه خودم بردم، برکات به زندگی من رو آورد. درخت خشک را وقت نزدیک شد بارور شد. به بچه ها وسائل را آویزان میکردن به بدنشان، میگفتن اینها به خاطر این است که شیطان به اینا آسیب نرسانه، کسی آسیب نرسانه. پیغمبر در خردسالی همه اینا را باز میکرد، میگفت مادر اینا کاری نمی کنه، خدا مرا حفظ میکنه. بشر را از انحرافات نجات داد. از همون لحظه ای که به دنیا آمد واقعا نجات دهنده است. اگر به دستوراتش عمل بکنیم، اگر سیرش دنبال بکنیم، اگر اخلاقش بشناسیم و در زندگیمان پیاده بکنیم، بشریت را نجات میده. اما متاسفانه
کم توجه می شود به این خصوصیات. اگر تعظیم از شعائر یک دستور است در اسلام، از میلاد پیامبر، از رحلت پیامبر به ما دستور است تجلیل شود، به خاطر این است که با ویژگیاش آشنا بشیم، با خصوصیاتش آشنا بشیم، با اخلاقیاتش آشنا بشویم. در شب ولادتش دنیا روشن شد، تا آنجا که جن و انس دشمنان اسلام شیاطین ترسیدن، گفتن امر عجیبی، رخداد عجیبی در زمین اتفاق افتاده. اینا مورخین نوشتن، اونایی که مناقب نوشتن ولادتش خبر از یک تحول داد، از یک دگرگونی داد، از یک تغییر داد. امیرالمومنین در نهج البلاغه پیامبر وقتی معرفی میکنه میفرماید خداوند پیامبر خودش را از کودکی با ملک بزرگ همراه نمود. حالا فرصت نیست من این بحث مطرح کنم چقدر در آیات قرآن بحث ملائکه آمده. هیچ موجودی در دنیا به اندازه، در عالم به اندازه ملائکه ها نیست. پیامبر با ملک بزرگ همراه شد، در شبان روز بر مکارم و آداب و اخلاق الهی همراه اون ملک حرکت میکرد و متخلق میشد، تا جایی که تمام اون چیزی که در قرآن بعدها خداوند نازل کرد در زندگی پیغمبر همه اونها عملی شد. حالا من یکی یکی عرض میکنم، خیلی کوتاه عرض میکنم، واقعا نجات دهنده است. برادرها، گاهی انسان در یک پرتگاه قرار میگیره، گاهی انسان داخل یک شکنجهگاه است، باید یک کسی او را نجات بده. کسی خانش آتش میگیره، خلاصه میروند آتش خاموش میکنند، مامورین میروند او را نجات میدن، کسی در آب غرق میشه، قواس میره، منجی میره، او را نجات میده. پیغمبر آمد جامعه انسانی را نجات بده. قرآن میفرماید کنتم علا شفا حفرت من النار، شما در گودال از آتش گرفتار بودین، شما در پرتگاهی از آتش بودین، فانقذکم منها، شما را از این آتش سوزان، از این پرتگاه، از این سقوطگاه نجات داد. با چی نجات داد؟ با برنامه، با اخلاق، با مهربانی. باید اینا را دنبالش باشیم. وسائل نجاتش چیست؟ یکیش گذشته. رفقا، ما اگر اهل گذشت نباشیم نمیتوانیم کار بکنیم. با انتقام نمیشه، با خشونت نمیشه. باید از این وسیله نجات هم خودمان استفاده بکنیم. در جمعه گذشته در خطبه اولی بحث مفصل مطرح کردم. یک اکسیری داره، یک دارویی داره به نام توکل. ما نباید منتظر باشیم دیگران ما را کمک بکنه. در قرآن یک بحثی است، ما هم باید خودمان را به مردم وابسته بدانیم، هم از مردم خودمان را بی نیاز بدانیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بد نمیشه کار نکنیم، تلاش نکنیم، یک جا آرام و ساکن و ساکت باشیم، بگیم ما متوکلیم. نه، باید تمام تلاشمان را بکنیم، سعیمان را بکنیم، از فرصتها استفاده بکنیم. هر چی کم داشتیم با توکل جبران میشه. با این ابزار بشریت را نجات داد. اکسیری آورده به نام صبر. صبر اون نیست که انسان یک جا آرام بشینه. علامت صابر سه چیزه، یکیش نشاطه، زنده، پویا، با انرژی،
با هدف، خستگی ناپذیر، اینها وسائل است که انسان میتواند با این وسائل به پیغمبر تعصب بکنه و پیغمبر را بشناسه و در مسیر پیغمبر حرکت بکنه. علی کل حال میلاد پیامبر بزرگوار اسلام است. من خلاصه کوتاه عرض کردم که چند جمله هم از امام صادق علیه السلام عرض کنم و همینطور یکی دو نکته هم در رابطه با مسائل خلاصه روز و مسائلی که یاد کردن و مطرح کردن اونها جزو وظائف و مسئولیت های هم جایگاه نماز جمعه و هم گرداننده نماز جمعه است، خلاصه به اونها هم برسم. امام صادق علیه السلام فرزند امام باقر، ششمین امام و شخصیت است که از نظر جایگاه علمی، از نظر جایگاه عظمت و از نظر جایگاه اخلاق و تدبیر حقیقتاً همه دنیا را متوجه خودش کرده. در شرایط بسیار خاص مدیریت کلان کرد. پیامبر این بزرگوار را معرفی کرده، به نزدیکانش بشارت فرزند را داد، فرمود از ما به نام جعفر فرزند خواهد آمد که در قول و عمل صادق است. این جمله از پیغمبر است، فرمود از ما فرزند متولد میشه. البته به خاطر تذکر عرض میکنم 136 سال ولادت امام صادق با ولادت پیامبر فاصله داره، نزدیک 73 سال بعد از رحلت پیغمبر به دنیا آمده، متولد 83 است. اما پیغمبر فرمود فرزند از ما به نام جعفر خواهد آمد که در قول و عمل صادق است، او کسی است که دین را احیا خواهد کرد و شاگردان بسیاری در این مسیر تربیت میکنه. همون گونه که خدا وعده داده در سوره مبارکه صف از قول حضرت مسیح آمدن پیغمبر سیاتی من بعد رسول اسمه احمد، همون گونه که قرآن آمدن منجی را وعده داده و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و پیغمبر فرمود مهدی از ماست، فرزند فاطمه است. پیغمبر از آمدن امام صادق خبر داده. من یک سرفصلی را عرض کردم، حالا ایناش خلاصه بمانم. وقتی آمد مسئله دوم، حالا مسئله معرفی امام صادق دیگه خیلی اشاره کوتاه عرض کردم، مسئله مدیریتش نگاه کنین. اوضاع سیاسی امام صادق چه اوضاعی بود؟ بعضی وقتا مردم، جوانها، خلاصه اهل قلم، اهل بیان احساس خستگی میکنن. نه، نباید خسته شد. مؤمن کالجبل راسخ، مثل کوه استواره، هیچ فشار نمیتواند او را از صحنه بیرون بکند، ناامید بکند. در زمان امام صادق خلافت از دودمان اموی به دودمان عباسی منتقل شده بود. میدانیم پایان اموی ها و آغاز حرکت عباسی ها بود. به ظاهر عباسی ها خب خودشان را به پیغمبر نزدیک میدانستند، میگفتند خب ما بن عباسیم، با پیغمبر شریکیم، نزدیکیم. اما عباسی ها کسانی نبودن که دلشان بدین بسوزه یا سوخته باشه. بعض وقتا یک عده دنبال اینن که از نام دین نان بخورن. متوجه باشین، جامعه باید متوجه باشه. اونی که خودش فدای دین میکنه یا اونی که به نام دین به گرده مردم سوار میشه، اینا با هم خیلی فاصله دارن. و اولی فدایی دین است، سرباز دین است، دومی دشمن دینه.
امام صادق میفهمه اینا دلشان به دین نسخته، به خاطر این است که به دنیا برسن، به ریاست برسن، به خلافت برسن، دنبال چیزی دیگری نیستن. اما امام صادق از این فرصت شروع کرد استفاده کردن، نهضت علمی را با افق بسیار بالا شروع کرد، با یک هدف کلان، اونم نجات بشریت، احیای دین، زدودن پیرایه ها از دین. این کار اساسی است، کاری که دیگه دشمنان نتوانند با توطئه دین را و ابزار عقب ماندن و رکود جامعه قرار بدن. اینا ویژگی های امام صادق است، یک جلوه و در واقع یک شعله فروزان در مقابل بشریت و یک چراغ همه جانبه و با ابعاد که همه را میتواند روشن بکند، در فراروی زندگی انسان ها روشن کرد، با تدبر، با برنامه ریزی، با اخلاق، با تحمل و استواری. امام صادق از نسل اهل بیت است، از نسل پیامبر است، از نسل علی است، در شجاعت بی نظیر است، در پایداری بی نظیر است، هم اخلاقش اخلاق پیامبر است، هم شجاعتش نمونه و مصداق از شجاعت پیامبر است. در مقابل هیچ قدرتی تسلیم نشد، از اون طرف با صبر و استواری و با دلسوزی همه توطئه ها را خونسا کرد، اصحاب و شاگردان زیادی تحویل جامعه اسلامی داد. در بیانات امام صادق اخلاق پیامبر، سیره پیغمبر همه جا دیده می شود. پیامبر رحمت للعالمین بود، امام صادق هم همین گونه حرکت کرد، لذا رابطه بسیار نزدیک با همه خلاصه شخصیت ها داشت، با رؤسای مذاهب با واسطه و بی واسطه رابطه داشت. بزرگان و رؤسای مذاهب همه گفتند ما با امام صادق رابطه حسنه داشتیم، هر وقت ما می رفتیم و ما احترام میکرد، هر لحظه ای که او را می دیدیم از منطق او، از اخلاق او، از علم او استفاده می کردیم. حضرت ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه فرمود 2 سال شاگردی امام صادق اگر نبود من به این مقامات نمی رسیدم، لولا سنتان لهلک نعمان. این ارتباط عمیق و ارتباط بسیار با همه جوانب امام صادق با این شخصیت را که رئیس مذهب احناف است و با قدر و قیمت و احترام ما به ایشان نگاه میکنیم، این رابطه را توانست برقرار بکند. قاطعیت ایشان در راه دین یک دیگر از نمونه های اخلاق پیامبر است. عبودیتی لحظه بر لحظه ایشان، تواضع ایشان باید یاد بگیریم، با خودخواهی، با خشونت نمی شود. امام صادق و امام که کشاف حقایق از الگوی ما باشد، یکی از ویژگی های ایشان آگاهی بالایش است، و ویژگی دیگر ایشان ولایت مداری و باور عمیقشان به پیامبر و ائمه قبل از خودشان هستند که همه اینها میتواند ما را با این شخصیت نزدیک بکنه و با حرکت از این مسیر ما بیشتر بشناسیم. فرصت کوتاه است، من یکی دو نکته را عرض بکنم و دیگه انشالله خطبه دومه و پایان برسانم. خب مسئله ای را که جمعه گذشته شنیدیم واقعا خبر دردناکی بود، به شهادت رسیدن 14 عزیزی که به استقبال زوار کربلا آمدن. امیدواریم که اخبار که میشنویم با پیگیری
انشاءالله این توطئه خونسا شود. اینه که امارت اسلامی هیئت فرستادن از منطقه بازدید کردن، با خانواده ها صحبت کردن. این یک در واقع مرهمی است بر خلاصه این زخم. امیدواریم که انشاءالله با پیگیری دلسوزانه دشمن مشترک امنیت افغانستان، اسلام و منافع این کشور انشاءالله شناسایی بشه و خانواده ها، داغدار ها انشاءالله با این پیگیری ها امیدوار شوند که قطعا این یک توطئه مشترک است علیه منافع کشور. مسئله دیگری را که لازم است مطرح بکنم، مشکلات است که امروز کشور با اونا داره دست و پنجه نرم میکنه در اثر بعضی از خلاصه برنامه ها. مثلا ما امروز شاهد تعطیل شدن 220 مرکز درمانی در افغانستان هستیم و 170 مرکز درمانی در آستانه تعطیل شدن است. اکثر کسانی که آسیب میبینن اینها از همین مراکز درمان و امکانات استفاده میکردن. 80% از همینهایی که محروم میشوند زنان و کودکان هستند. در انفجارها 86% افراد ملکی هستند. شرایط طوریه که دشمنان ما با تحریم، با فشارهایی که دارن میارن، این زمینه ها را برای کشور دارن جور میکنن. اگر گاهی کشوری با افغانستان خلاصه رابطه برقرار میکنه دنبال منافع است، اما مشکل کشور زمان حل میشود که ارتباط کامل در قالب شناخت، رسمیت، در قالب یک خلاصه آدرس کامل داد و ستدها شروع شود. و من عرض میکنم عده ای زمینه را دارن خونسا میکنن. مدیریت کلان کشور باید این توطئه ها را بخونه، این مشکلات را توجه کنه، از برخوردهای کوچک و مقطعی بگذره. اندیشه کلان و بزرگ و منافع کلان کشور را دنبال بکنه. می شود با یک رویکرد جدید، با یک تعامل کلان و با یک برنامه ریزی و همفکری و نظرخواهی که در قرآن با عنوان شورا مطرح شده، امرهم شورا بینهم، یا به عبارتی که پیامبر فرمود هیچ کسی مشورت نکرد مگر اون که به رشد رسید، خلاصه این مسائل مدیریت کرد. بعضی از منابع را باید فعال کنیم. زمینه کار، زمینه اقتصاد، زمینه پیشرفت باید فراهم بکنیم. راه رسیدن به رسمیت حکومت و ارتباط کامل با جهان پیدا باید بشود. راه‌های این قطع رابطه باید مسدود شود. زمینه های این ارتباط هرچی هست عادلانه، عاقلانه باید شناسایی و اجرایی شود. نمی شود با تعصب، نمی شود با کوچک نگاه کردن اینها را حل کرد. همون گونه که سفر بزرگ امارت اسلامی، زعیم امارت اسلامی در ولایات خیلی از مسائل روشن کرد، صحبت هایی که شد در ولایات مختلف، خب خیلی از حرفا را خنسا کرد. قطعا اگر مشاورین ایشان مشوره های بهتر می دادن در سفر ایشان در ولایات، علما هم اگر می بودن قطعا مطالب ایشان بهتر می توانستن گزارش کنن. ما باید منافع بزرگ کشور را دنبال بکنیم. با حرکت های کوچک نمیشه، اشکال نداره، در این سفر نشد، در این ولایت نشد،
در ولایتی دیگر، در سفری دیگر، اما دلسوزا را باید بشناسیم، متملقین هم باید بشناسیم. پیغمبر ما فرمود اثر و تراب علا وجوه المداغین، اونایی که اهل تملق هم به چهره اونها، به صورت اونها، به چشم و روی اونها با خاک بزنیم. این حرف پیغمبر است. امید است انشالله با یک حرکت بزرگ در دنبال منافع بزرگ افغانستان باشیم. خدایا ملت ما را، جامعه ما را بیش از پیش در محوریت قرآن، در محوریت اخلاق پیغمبر امام صادق به هم دیگر نزدیک بگردان. آمین. فرج آخرین ذخیرت برسان. توطئه‌های دشمنان مشترک اسلام افغانستان خونسا بگردان. خواهران و برادران که با حضورشان همه سنگرها، سنگرهای نماز جمعه این سنگر عزت و عظمت را یاری میکنن، توفیقات روز افزون نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.